سفر رئیس جمهوری روسیه به عربستان و امارات، فرونشاندن تنش در منطقه، افزایش نفوذ یا قراردادهای چند میلیاردی. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم متحد قدرتمند ایران در این سفر به دنبال چیست؟ این سوالمان از یک تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران و یک مدیر مرکز مطالعات ایران در روسیه است. در ادامه برنامه، ادامه واکنش‌ها به بازداشت روح الله زم. سپاه می‌گوید او از 2 سال پیش تحت نظر ماموران اطلاعاتی بوده. مجلس می‌گوید پهپاد رسانه‌ای دشمن را شکار کردیم. پیشروی ارتش سوریه به سوی مرزهای شمالی. همزمان آمریکا از تحریم 2 وزارتخانه و 3 وزیر ترکیه خبر داد. و در گذشت حسین دهلوی، میراث آهنگساز به نام ایرانی چه بود؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اولین سفرش به عربستان در بیش از 1 دهه هم قراردادهای نفتی امضا کرد، هم درباره امنیت منطقه خاورمیانه، مشخصاً تنش میان ایران و عربستان گفتگو کرد. بسیاری دیدار ولادیمیر پوتین و ملک سلمان و قراردادهای میلیارد دلاری را که امضا شد، نشانه این نزدیک شدن رابطه دو کشور می‌دانند. دو کشوری که هر چند برای پایین نگه داشتن قیمت نفت با هم همکاری می‌کنند، در زمینه‌های سیاسی معمولاً مواضعی مخالف دارند. در سوریه روسیه از بشار اسد حمایت می‌کند و عربستان از مخالفانش، و در سال‌های اخیر ایران متحد اصلی کرملین بوده، کشوری که آبش با عربستان در یک جوب نمی‌رود. ولادیمیر پوتین پیشتر گفته بود می‌تواند تنش بین ایران و عربستان را کم کند، اما آیا واقعاً چنین توانی را دارد؟ نزدیک شدن عربستان و روسیه چه تبعاتی برای ایران دارد؟ بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از مجید خیام‌دار. استقبال ولیعهد ابوظبی از رئیس جمهوری روسیه. ولادیمیر پوتین و محمد بن زاید قرار است عمدتاً درباره روابط اقتصادی و امنیت منطقه خاورمیانه گفتگو کنند. آقای پوتین دیروز در عربستان بود، برای اولین بار در 12 سال گذشته. این سفرها در راستای سیاست او برای تقویت حضور روسیه در منطقه پر انرژی و بحران زده خاورمیانه است. همه تلاش‌های ما در جهت تقویت صلح و امنیت منطقه و تثبیت بازار جهانی انرژی است. روسیه و عربستان حدود 20 توافق به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند، از جمله در حوزه‌های هوافضا، فناوری پیشرفته و کشاورزی. یکی از مهمترین این توافق‌ها برای تقویت همکاری کشورهای نفت‌خیز اوپک و غیر اوپک بود. روسیه عضو اوپک نیست، اما برای کاهش صادرات نفت و بالا نگه داشتن قیمت آن با اوپک همکاری نزدیکی داشته. عربستان و روسیه بزرگترین صادرکنندگان نفت جهانند. به گفته سخنگوی ولادیمیر پوتین، دو طرف درباره همکاری نظامی هم گفتگو کردند. 2 سال پیش روسیه و عربستان تفاهم نامه‌ای برای فروش سامانه‌های قدرتمند دفاع موشکی S-400 روسی امضا کردند، اما این فروش اتفاق نیفتاد. در عوض عربستان سیستم‌های پدافندی آمریکایی خرید. هرچند این سیستم‌ها نتوانستند ماه گذشته جلوی حمله‌های هوایی به تأسیسات نفتی عربستان را بگیرند. حمله‌هایی که تولید نفت عربستان را برای مدتی تقریباً به نصف رساند. حوثی‌های یمن مسئولیت آن حمله‌ها را به عهده گرفتند، اما عربستان و آمریکا گفتند که دست ایران در کار بوده، هرچند ایران این اتهام را رد می‌کند. با اینکه ایران و عربستان با هم رقابت و خصومت سختی دارند، روسیه با هر دو روابط خوب و نزدیکی دارد. بعضی از ناظران گفتند که روسیه ممکن است از این جایگاه ویژه‌اش در نزد ایران و عربستان برای کاهش تنش میان آنها استفاده کند. در سوریه هم که ایران و روسیه حامی حکومت بودند و عربستان حامی مخالفان، شرایط ظاهراً به نفع روسیه تغییر کرده. حمله ترکیه به کردهای شمال سوریه بعد از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از آنجا باعث شده که کردها به دولت سوریه و روسیه نزدیک شوند. به گفته یک مشاور ولادیمیر پوتین، روسیه مایل است که در روند سیاسی برای پایان دادن به ناآرامی‌های 8 سالی اخیر در سوریه، یک کشور عرب هم حضور داشته باشد. آقای پوتین گفته که حضور عربستان برای حل و فصل بحران‌های منطقه ضروری است. معتقدم بدون حضور کشور شما بعید است که برای هیچ کدام از مسائل منطقه راه حلی درست و پایدار پیدا کرد. رئیس روسی
در منطقه ثروتمند و محتاج ثبات روسیه در جهت تقویت نفوذ و حضور خود گام برمی‌دارد. مجید خیام‌دار، بی بی سی. برای بررسی بیشتر این موضوع علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران، اینجا در استودیو با ماست. و رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو. آقای سفروف، شما شروع کنیم. آقای پوتین در عربستان و امارات به دنبال چیه؟ الان کارشناسان مورد مسائل سیاسی و انرژی جهان در حالتی شاک افتادند. اصلا اونها عادت کردن که تمام سیاست جهانی در یا در واشنگتن میچرخه یا حداقل در بروکسل، نه در خاورمیانه و نه در کشورهایی که معمولا دوستان آمریکا هستند. و کشور عربستان و امارات را میشه گفت یک حیات داخلی خونه خود آمریکا حساب میکرد. الان آقای پوتین اونجاست و قراردادهای بسیار میلیاردی را به امضا رسونده و از آن که چجوری پذیرایی نمودن از آقای پوتین نشون میدن که هر کدام اونها در چهره آقای پوتین و روسیه یک کشور ابرقدرت دنیا را میبینن و یک پایه ای که بدون اون نمیشه منافع خودشون را تامین کرد. این معنای اونو داره که واقعا در ثبات خاورمیانه و دنیای اسلام و در ثبات مسائل انرژی در جهان نقش روسیه خیلی به خیلی از طرف این دو کشور کلیدی دنیای عرب خیلی خوب شناخته میشه و گرفته شده. بنابراین ما شاهد یک واقعه، یک اتفاق خیلی بی‌نظیر شدیم که داره صحفه تاریخ را به یک حالت جدید برمیگردونه. دنیا خودش مثل یک اسباب با هم پیوسته است. اون چی که آقای پوتین و روسیه قدم گذاشتن حتما از اونجا یک کسی باید خارج بشه. مطمئنن سفر جناب آقای پوتین به عربستان و امارات این هدف اصلی اون تأمین امنیت و ثبات در کشور در کشورهای مناطق خاورمیانه و یک هماهنگی خیلی خوب در سیاست انرژی جهان است. نه غیر از این. آقای صلواتی، شما هم فکر میکنید که آقای پوتین برای تامین امنیت رفت اونجا یا برای این قراردادهای چند میلیارد دلاری؟ در مورد مسائل سیاسی ما میدونیم که دکترین اساسی منطقه‌ای روسیه از زمان پتر کبیر این بوده که بتونه در دسترسی بهتر و راحتری به آبهای گرم داشته باشه و عربستان سعودی برادر بزرگ کشورهای عرب منطقه محسوب میشه و امارات هم نقش بندر اساسی تجاری اونجا نقش مثل هنگ کنگ رو تو اون منطقه بازی میکنه. اگه من در یک کلام بخوام بگم که اونجا دنبال چی هستن، بحث پول هست، بحث در هم تنیده. اگه روس‌ها که خیلی از اقتصاددان‌هاشون توی همین مدرسه اقتصاد لندن فارغ التحصیل شدن، الان مدیرانشون هستن، خیلی‌هاشون اونا خیلی خوب می‌دونن که شما اگه بخواید بتونید به راحتی تأثیر و تأثیر بپذیرید در مسائل سیاسی، باید در هم تنیدگی اقتصادی ایجاد بکنید و منافع هستش که شما وقتی یه جایی رو هزینه میکنید و سرمایه گذاری میکنید، نگاه میکنید به منفعتی که ازش کسب میکنید. عربستان سعودی برخلاف ایران بازیگران بسیار زیادی رو داره. یعنی ما اگه مثلا بخوایم به تئوری بازی هام نگاه بکنیم، به دلیل اینکه در عربستان بازیگران بسیار زیادی هستند، روسیه میدونه که اگر اونجا سرمایه گذاری نکنه اون بازار رو و این ایجاد تأثیر و تأثیر رو از دست میده، برخلاف ایران که هیچ بازیگری نیست و تبدیل شده به حیات خلوت روسیه و حتی اکثر چین به خاطر سیاست بنیادین رهبری که ازش به عنوان سیاست نگاه به شرق تعبیر میشه و بازیگران متعددی نیستن. مونوپول میشه بازار ایران برخلاف بازار عربستان سعودی و بازار امارات. آقای سفروف،
این درهم تنیدگی اقتصادی که آقای صلواتی هم بهش اشاره کردن، فکر می‌کنید در نهایت موجب دور شدن مواضع ایران و روسیه خواهد شد؟ من فکر نمی‌کنم که واقعا نزدیک شوی روسیه با عربستان و امارات هدفی فاصله گرفتن از ایران یا تاثیرگذاری در روابط روسیه و ایران باشه. ببینید این اتفاقی که الان داره میفته و واقعا میشه گفت که جناب آقای پوتین الان توی حیات خلوت امریکا نشسته و داره با رهبران این دو کشور ابراز دوستی و برنامه های دراز مدت را به امضا میرسونه، این معنای اینو داره که این کشورها خیلی و خیلی به همکاری نزدیک با روسیه خیلی نیاز دارن و متقابلا روسیه هم با همکاری با این کشورها خیلی نیاز داره. اولا اینکه مشخصه که تقریبا 70-80 درصد مسائل سیاست خارجی عربستان و امارات که تحریک‌آمیز هست و سر میزنن به یمن و سوریه و ایران و دیگر کشورهای منطقه، این نتیجه تحریک امریکاست. با نزدیک شدن با این کشورها جلوی این را روسیه میتونه تا اندازه این بگیره که این تحریکات کمتر بشه. دوم مشخصه که نقش روسیه در تأثیرگذاری و ثبات کشورها خیلی خیلی برجسته است و عربستان میخواد که واقعا از این الگوی خیلی مهم بهره ور بشه و روسیه را برای دفاع از منافع خودش یا کمتر لطمه با منافع عربستان خوردن یا امارات خوردن هم در چهره و چت زیر چتر دوستی از این استفاده بکنه. سوم مشخصه که کشور روسیه الان یک کشور ابرقدرتی دنیا تبدیل شده و سیاست هایی که واقعا الان میشه گفت بدون اون در دنیای اسلام خاوری میانه نمیشه بدون روسیه کار رو انجام داد، این برای کشورهای عربی مشخص شده و شروع این سیاست و این جایگاه را همکاری روسیه و ایران در سوریه آغاز نمودن و این مشخصه که همکاری با این دو کشور هیچگاه با علیه کشور ایران یا که باعث ناراحتی کشور ایران نباید بشه. من مطمئنم که حضور روسیه و نزدیک شوی روسیه با این دو کشور از قبل از همه بازار انرژی جهان را با یک برنامه‌ریزی خیلی خوب با ثبات برمیگرداند و دوم امنیت این منطقه را باز هم خوبتر تعمیل می‌کنه که واقعا به نفع همه کشورها است. بله آقای صلواتی، نزدیکی بیشتر مسکو و ریاض چه تأثیری میتونه بر بازار نفت داشته باشه و متعاقبا بر ایران؟ یه نکته ای رو من اول چون در سوال قبلی شما از آقای سفروف بود رو میخوام اینجا پررنگ بکنم. من اصلا فکر نمی کنم که ایران هیچ وقت متحد روسیه بوده در تاریخ معاصر و الان به هیچ وجه نیست. شما نگاه بکنید که کل سوریه به اندازه تولید ناخالص کل سوریه به اندازه استان تهران نیست. چندین بار قطعنامه های علیه سوریه رو وتو کرد ولی روسیه موافقت کردش که بیاد و در مورد ایران تحریم ها انجام بگیره، در صورتی که میتونستش که اونا رو وتو بکنه نکرد. روسیه در شدیدترین وضعیت تحریم کوبا 14 فروند پیشرفته ترین و مدرن ترین هواپیمای مسافربری خودش رو سوخوی سوپر جت 100 رو به کوبا فروخته. به ایران به غیر از توپولوف های دست دوم اسقاطیشون رو به اجاره نداده به ایران. میدونیم در خبرها خیلی پررنگ شده بود که S300 رو با چه مصیبت و مشکلاتی دادن. همین الان تجهیزات و امکاناتی رو که به عراق میفروشه، تجهیزات نظامیش، عددش بسیار بسیار بزرگتر از عددیه که به ایران میفروشه، عراقی که اشغال شده بود توسط آمریکا. برای همین من بیشتر کلمه استثمار ایران رو میپسندم به جای اتحاد، برای اینکه این اتحاد باید یک خروجی داشته باشه و من این خروجی رو در هیچ جا نمیبینم، نه در قرارداد برجام، نه در پسا برجام و نه
الان که ترامپ اجازه من یه نظر نظر آقای سفر یه نکته کوچیک رو فقط عرض بکنم، عدد رو بزنیم که آخر سر باید به عددا نگاه بکنیم. درست. من کارم اقتصاده. کل قراردادهای پسابرجام کلش از قبیل توتال همه اینا و اندازه همین سفری که آقای پوتین توافق کردن در عربستان سعودی سرمایه گذاری بکنن سرمایه گذاری نداشته و این نشون میده که چیزی به نام اتحاد وجود نداره. آقای سفروف، شنیدید آقای صحبت‌های آقای صلواتی رو، معتقدن اتحادی وجود نداره بلکه عملا ایران به استثمار روسیه در اومده. کاملا موافق نیستم. اصلا این اشتباه خیلی بزرگی که کلمه استعمار را استفاده دارن میکنن دوستان. ببینید روسیه و ایران مشترکاتی، منافع مشترکی خیلی زیادی دارن که اگر کل دنیا با هم بپیوندند و تمام برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بزرگترین را برای روسیه پیشنهاد بکنند، در هیچ حالت روسیه ایران را ول نخواهد کرد، چون که با منافع خودش ضربه لطمه خواهد زد. ایران کشوری هست که امنیتی روسیه را تامین میکنه، ایران کشوری هست که بزرگی روسیه را تامین میکنه، در اینکه ایران به هر حال یک منافعی برای روسیه تامین میکنه که در جهان بدون اصلا حضوری ایران نمیتونه حرفی اول را بزنه. همین جایگاهی که الان داره درست میشه، صحنه این را الان، تخت این را، سرفه این را همکاری با ایران درست کرده. بنابراین نقش ایران همیشه برای روسیه بزرگ خواهد ماند و هر کاری که روسیه با این کشورها عربی خاورمیانه به خلیج فارس انجام بده با نظر داشتی منافع و حفظ دوستی با ایران خواهد. من موافقم. من اصلا نگفتم که ایران برای روسیه اهمیت نداره. اتفاقا ایران نقش بسیار کلیدی بازی میکنه. ایران دومین منابع گاز دنیا رو داره. قطعا این استثمار روسیه و نفوذ منحصر به فردش در ایران برای روسیه بسیار منافع بزرگی داره، چون که اگه ما خط لوله گازمون که به ترکیه میره به اروپا میرسید، روسیه بازنده اصلی بود. الان برنده اصلی تحریم نفتی ایران به غیر از روسیه نیست. روسیه در طول تاریخ استخراج نفتش از زمان حتی در زمان شوروی ها هم این همه نفت استخراج نمی کردش که الان میتونه استخراج بکنه و صادر بکنه، برای اینکه ایران از اونجا حذف شده. این امتیازهای بزرگ، ولی باید اگه وقتی بگیم که دو طرف است، ما داریم میگیم که شما به کوبا هواپیما میفروشید، به ایران نمیفروشید. شما در عربستان سرمایه گذاری بزرگ میکنید، در ایران نمیکنید. شما حاضرید برای سوریه که یک اندازه یک استان ایران نیستش قطعنامه ها رو وتو بکنید و قطعنامه های من چیزی نمیبینم. وقتی مثلا آقای سفروف لطفاً 30 ثانیه فرصت دارین جمع‌بندی بکنین. ببینید یک نکته دیگری که خیلی و خیلی مهمه این است که عربستان و امارات و کشورهای دیگری عربی خلیج فارس تمام این دهه ها با امریکا و دنیای غرب همکاری تنگاتنگی داشتن و دیدن که این همکاری بیش از مشکلاتی که برای اونها درست کرده چیزی دیگه به دست اونها نداده. الان این کشورها مجبورند و خیلی نیاز دارند با یک نقش میانجیگری که با کشور ایران داشته باشند و این نقش را میتونه روسیه بازی بکنه و اونها را از این حالت ننگاور و خیلی وحشتناک بیرون بکشه و این واقعا به نفع هم کشورهای عربی است و هم به نفع ایرانه و هم به نفع روسیه است، چون که جایگاه ایران حفظ میشه، امنیت روسیه و منطقه حفظ میشه و اون کشورهای عربی هم از این فضای خیلی خیلی ناراحت، خیلی جوان مردان خارج میشه. متشکرم آقای صلواتی. شما هم 30 ثانیه فرصت دارین که جمع‌بندی نهایی. من زیاد بلدم نیستم، یعنی اصلا حوزه تخصصی منم نیستش این بحث‌های شعاری که کی ننگ. من ننگ رو فقر میدونم. من میدونم که در 30 سال پیش درآمد سرانه هر ایرانی فقط 2,000-3,000 دلار، حالا عدد دقیقش رو باید بر سال دقیقش عرض بکنم، با عربستان سعودی فاصله داشت. الان به یک عدد بسیار عجیب و غریبی رسیده
ایرانی‌ها هر روز دارن فقیرتر میشن. عربستان سعودی هر وقت که اراده میکنه همین الان میخواد آرامکو رو به قیمت نجومی بفروشه، درها براش بازه، میتونه سرمایه گذاری کشورهای مختلف رو بیاره و ایرانی ها محروم از دارو و دوا هستن، در صورتی که روسیه بزرگ در کنار دستشون جزء 10 تا شرکت. نمیشه فقط روسیه رو مقصر وضعیت اقتصاد ایران اتفاقا در حال حاکمان ایران بله، ایران یعنی رو به این نقطه رسوندن. من دارم میگم که وقتی که شما سیاست نگاه به شرق رو دارید، من اولش عرض کردم بحث منافع ملیه بلد. روسیه منافع ملیش رو در نظر گرفته، وگرنه یک روسیه که نه به لحاظ فرهنگی به ما نزدیکه نه به لحاظ دینی به ما نزدیکه، هیچ چیز دیگه ای به غیر از منافع مادی نمیتونه این روابط رو شکل بده و من چیزی در اینجا نمیبینم. حاکمان ایران هم اگر که قطعاً منافع ملی رو ترجیح بدن شاید قطعاً وضع اقتصاد بهتر باشه. متشکرم از شما رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، و علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران. دستگیری روح الله زم و پخش اعترافات او در تلویزیون دولتی ایران واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. روح الله زم از مخالفان جمهوری اسلامی و مؤسس وبسایت آمد نیوز است که دیروز در برابر دوربین اعلام پشیمانی کرد. جزئیاتی از نحوه بازداشت آقای زم و نحوه اعترافگیری از او مشخص نیست و همین به گمان زنی ها دامن زده. مریم افشان گزارش می‌دهد. از تمام دوستانی که اسمشون اومده تا دیروز شمشیرش را در مبارزه با جمهوری اسلامی از رو بسته بود و اما ناگهان اعتراف کرد که پشیمان است. دستگیری روح الله زم و پخش این اعتراف ها واکنش های زیادی داشت. از آنجا که نه سپاه پاسداران و نه حکومت ایران تا کنون اطلاعات دقیقی از محل بازداشت آقای زم منتشر نکردند، گمان زنی ها در شبکه های اجتماعی زیاد است. گفته می شد 19 مهر پرواز شرکت هواپیمایی فلای دوبی که از باکو به دوبی می رفته در شیراز توقف اضطراری داشته و به گفته بعضی کاربران روح الله زم در آن پرواز بوده. شرکت هوایی فلای دوبی در پاسخ به بی بی سی که پرسیده آیا روح الله زم در پرواز شماره FZ710 بوده یا نه، گفته که مسافری با این نام در آن پرواز نبوده و همه مسافران تا مقصد نهایی به سفر خود ادامه دادند. بی بی سی همچنان تلاش می کند تا از طریق وزارت خارجه فرانسه اطلاعاتی درباره خروج آقای زم از این کشور و مقصدش به دست آورد که تا لحظه پخش این گزارش پاسخی از وزارت خارجه فرانسه دریافت نکرده. واکنش های مقام های ایران هم متفاوت است. سرویس‌های اطلاعاتی به محلی که فشاری بهشون بیاد یا تهدیدی علایقشون ایجاد بشه، همه اون داده های خودشون رو ادا میکنن. قاعدتا این های هم که الان در دام سرویس‌های اطلاعاتی قرار گرفتن و به خیال خودشون دارن از طریق این سرویس‌ها حمایت میشن، بدونن که به محلی که فشاری به این سرویس‌ها بیاد و منافعشون به خطر بیفته، همه اینها رو میپوشند و به راحتی اینها رو تسلیم میکنند. علی مطهری از بازداشت روح الله زم استقبال کرده و هشدار داده اتفاقهایی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان اینچنینی رخ ندهد. کسانی که جلوی دوربین سرویس‌های اطلاعاتی ایران به جرم‌هایی اعتراف کردند که مرتکب نشده بودند. اگر بناس اعترافاتی از روح الله زم بگیرند، باید با روش درست انجام شده و آن قضیه دیگر تکرار نشود. قطعا باید مشخص شود منابع خبری زم چه کسانی و احیانا چه نهادهایی بودند. آقای زم می گفت که با بعضی از مقام های ایران در تماس بوده. یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفته مشخص است افرادی که به این شبکه اطلاعات می دادند خودی بودند، اما باید اجازه داد روال قضایی طی شود و این افراد شناسایی و احضار شوند و دلایل این موضوع روشن شود. دستگیری روح الله زم تیتر اول اکثر روزنامه‌های صبح ایران هم بود. فرجام فریبکار تیتر اول این روزنامه. شرح هم از چگونگی دستگیری آقای زم نوشته. شهروند دستگیری روح الله زم را قدرتنمایی اطلاعاتی در مقابل گروه‌های به گفته این روزنامه معاند دیده. این هم صفحه اول روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران. ضربه بزرگ اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل تیتر صفحه اول روزنامه کیهان است. در بخشی از این مطلب به ضربه نهایی اشاره شده و آمده تشدید مراقبت‌های امنیتی فرانسه برای روح الله زم نتوانسته
مانع از عملیات نیروهای اطلاعات سپاه برای دستگیری او شود. دستگیری روح الله زم و پخش اعترافهای او سؤالهای زیادی را برانگیخته. از جمله اینکه او چه زمانی و کجا در خارج از ایران و خارج از مجاری رسمی تعقیب متهمان دستگیر شده و به ایران منتقل شده است. مریم افشنگ، بی بی سی. نیما فاطمی، کارشناس مستقل امنیت و حریم خصوصی از واشنگتن با ما. آقای فاطمی بنیانگذار سازمان کندو هستند، سازمانی که در مورد حریم خصوصی و امنیت سایبری در جوامع آسیب پذیر کار میکنه. آقای فاطمی، زمانی که مشخص شد که کنترل کانال آمد نیوز به دست سپاه پاسداران افتاده، بسیاری از کاربران و فالوورهای این صفحه نگران شدند و به تعداد زیاد شروع کردن به خروج از این کانال. چقدر این نگرانی به جاست؟ همونطور که قبلا من هم در برنامه شما حضور پیدا کردم و صحبتشو کردیم، تلگرام اساساً اپلیکیشن امنی نیست و خیلی نه تنها خودش اپلیکیشن امنی نیست که بخشی از اپلیکیشن کاملا در خفا تولید میشه، بلکه حتی خود کمپانی هم، شرکت تلگرام، هیچ وقت شرکت شفافی نبوده، مخصوصا به جایی که به ارتباطش با دولت‌ها میرسه و اینکه چطور دولت‌ها به یک سری اطلاعات کاربر دسترسی پیدا می‌کنن. اینا اتفاقاتی است که قبلا هم افتاده. مثلا این نمونهش زمانی بود که آقای بهمن دارالشفایی دستگیر شده بود، اکانت تلگرامشون هک شده بود و دولت ایران یا حالا هر سازمان امنیتی در داخل ایران از این اکانت استفاده میکرد برای اینکه بقیه رو به دام بندازه و ما هر چقدر که تلاش میکردیم برای اینکه با تلگرام صحبت کنیم برای بستن این اکانت، نمیتونستیم موفق بشیم تا وقتی که مجبور شدیم موضوع رو رسانه‌ای کنیم و بعد از اون تلگرام بست اون اکانتو. برای همین من فکر میکنم که من پیشنهادم به صورت مستقیم و رک و بی پرده به تمام فعالین توی ایران اینه که از تلگرام برای فعالیتاشون استفاده نکنن. اگه مردم میخوان خبر بخونن یه داستان دیگه است، ولی به شدت من نگران اینم که فعالین از تلگرام برای ارتباطاتشون توی ایران یعنی میشه تصور کرد که الان مقام‌های سپاه به اطلاعات کل این بیش از یک میلیون فالوور کانال آمد نیوز الان دسترسی داشتن؟ قطعا دسترسی داشتن، چرا که وقتی که ادمین های کانال های تلگرام میتونن دسترسی به شماره تلفن و پروفایل پیکچر یوزرنیم و پروفایل پیکچر همه کاربرا داشته باشن و خب طبیعتا این شرایط خوبی نیست برای مردمی که نگرانن. در گذشته یکی از دلایل فیلتر شدن تلگرام تا جایی که من خاطرمه مقاومت کردن پاول دوروف رئیس تلگرام در برابر همکاری با مقام‌های ایران بود. چطور الان شما میگین که تلگرام با دولت‌ها و حکومت‌ها همکاری‌های پنهان داره؟ اینا حرفاییه که ایشون زدن، ولی قبلا پیش اومده بارها که متوجه شدیم که حرفاشون زد و نقیض بوده یا حرفایی که زدن، یا مثل زمانی که اختلال ایجاد شده بود توی تلگرام، اول گفتن که دولت ایران بوده، بعد گفتن نه با دولت ایران هماهنگ شدن، گفتن نه این اتفاقا یه سری کابل بوده توی دریا قطع شده یا هر چی. مسئله اینه که کمپانی‌های بزرگ، وقتی مثلا به فیسبوک نگاه می‌کنین، به گوگل نگاه می‌کنین، به توییتر نگاه می‌کنین، اینا هر موقع از دولت‌های مختلف درخواست می‌گیرند برای دادن اطلاعات کاربرها. این اتفاقیه که همیشه و هر روز می‌افته. اینا یه بخشی روی وبسایتشون که گزارش شفافیته. تلگرام یه همچین چیزی نداره اصلا. ما اصلا نمی‌دونیم چند بار کدوم یکی از دولت‌ها با تلگرام تماس می‌گیرند برای گرفتن این اطلاعات و چقدر از این اطلاعات داده شده به هر کدوم از این دولت‌ها، ولی مطمئنیم که دولت‌ها حتما این کار رو انجام میدن. از یه طرف دیگه هر سازمان دیگه‌ای بود، هر شرکت دیگه‌ای بود، اگه اپل بود، اگه فیسبوک بود، اگه توییتر بود، اگه هر جای دیگه‌ای بود، هر سوشال میدیای دیگه‌ای بود، وقتی یه همچین اتفاق بزرگ میافتاد حتما یه واکنشی نشون میدادن، یه گزارشی تهیه می‌کردن که چطور دسترسی این اکانت به دولت ایران افتاده، ولی متاسفانه ما هیچ واکنشی از تلگرام نمی‌بینیم. به همین رو یه سری از سازمان‌های سیویل سوسایتی و جامعه مدنی هم
میکنن که چجوری فشار رو روی این شرکت بیشتر کنن. آقای فاطمی، دیروز عده‌ای معتقد بودند که خطر بیشتر شامل کسانی میشه که مستقیما پیام فرستادن برای آمد نیوز، فرضاً تصویری فرستادن یا اطلاعاتی به این شبکه دادن. گفتن کسانی که ارتباط مستقیم نداشتن و صرفاً فالوور این کانال بودند در خطر نیستند. شما الان در واقع مخالف این نظر هستید؟ ببینید، بستگی داره که خطر رو چجوری تعریف کنیم. مسئله اینه که این یک تعریف کاملا نسبیه و برای هر کسی و برای هر شرایطی در هر شرایط مختلفی ممکنه متفاوت باشه. ممکنه برای بعضی از افراد اینکه صرفا اسمشون و شماره تلفنشون یا عکسشون توی اون کاناله در سرساز شده باشه، فرض کنید توی سازمان دولتی کار کنند، و برای یه نفر دیگه ممکنه که تا وقتی که عکسی یا اطلاعاتی نفرستاده باشن برای این کانال مشکلی براشون ایجاد نشه. ولی مسئله اصلی اینه که اساساً تلگرام پلتفرم امنی برای ارتباطات نیست. پس یعنی کسانی که صرفاً به دنبال خبر هستند، توصیه شما اینه که اساساً از تلگرام استفاده نکنن و به شبکه‌های دیگه اجتماعی بپیوندن؟ بله بله، کاملا. اگه برای ارتباط با همدیگه، من به شدت پیشنهاد میکنم از سیگنال استفاده کنن. سیگنال تنها اپلیکیشن امنیه که وجود داره که میشه واقعا نگاه کرد داخل متن کدش که متوجه شد که واقعا همون کاری رو انجام میده که داره قول میده انجام بده. و واتساپ چطور؟ واتساپ اپلیکیشن واتساپ هم از پروتکل سیگنال استفاده میکنه، اما متاسفانه خیلی از اطلاعات رو برای فیسبوک میفرسته. و همچنین یه نکته خیلی مهمی که توی واتساپ وجود داره اینه که وقتی که مردم، درسته که هم وقتی که با هم دیگه دارن صحبت میکنن تماسشون امنه، ولی بکاپ اون نسخه پشتیبان اون چت ها روی تلفن به صورت غیر رمزگذاری شده نگهداری میشه و همه اون چت ها به صورت غیر رمزگذاری شده دوباره اگر از آیفون استفاده میکنن به اپل فرستاده میشه، اگر از اندروید استفاده میکنن به گوگل، و اگر مثلا یه اپ مخرب دیگه روی تلفنشون باشه یا هر کسی به هر نحوی دسترسی پیدا کنه به اکانت آیکلادشون یا به اکانت گوگلشون، میتونه تمام متن این چت ها رو به دست بیاره. برای همینه که ما به شدت پیشنهاد میکنیم که از سیگنال استفاده کنن، مخصوصا اینکه سیگنال یه ویژگی داره برای اینکه چت ها به صورت خود به خود بعد از هر زمانی که کاربر تنظیم کنه میتونن ناپدید بشن از هر تلفن هر دو طرف. متشکرم. نیما فاطمی، کارشناس مستقل امنیت و حریم خصوصی، با من. شهر منبج در شرق رود فرات به کنترل کامل ارتش ترکیه درآمد. مردم محلی با شعار به نفع دولت و رئیس جمهوری سوریه بشار اسد از ورود ارتش به شهرشان استقبال کردند. منبج پیشتر در اختیار شبه نظامیان کرد بود و نیروهای آمریکایی در اون مستقر بودند. همزمان روسیه به ترکیه هشدار داده که بیش از 5 تا 10 کیلومتر نباید در خاک سوریه پیشرفت کند و نیروهایش را نباید در سوریه نگه دارد. ارتش سوریه در عمق 32 کیلومتری خاک سوریه که قرار است نیروهای ترکیه به آن برسند مستقر شده و ارتش روسیه مراقبت نقاط تماس احتمالی ارتش‌های ترکیه و سوریه را آغاز کرده. همزمان بعضی احزاب سیاسی در ترکیه از رجب طیب اردوغان خواستند با بشار اسد آشتی کند و به جنگ در سوریه پایان دهند. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. شادی مردم منبج برای ورود ارتش سوریه به شهر، شهری که شبه نظامیان کرد به کمک آمریکا از دست داعش خارج کردند و حالا تحویل ارتش سوریه دادند. این هم بازمانده نظامیان آمریکایی در حال خروج از منطقه که ارتش سوریه جایشان را می‌گیرد. با سقوط تل ابیض، کانون جنگ به رأس العین انتقال یافته. نیروهای سوریه تحت فرماندهی ترکیه به سوی جنوب در حرکتند تا به عمق 32 کیلومتری برسند که هدف عملیاتی ترکیه است. در داخل ترکیه جز حزب دموکراتیک خلق‌ها که اکثر اعضایش کردند، همه احزاب موافق و مخالف دولت پشت ارتش ترکیه ایستادند. لطفاً بویدن. اما از انتقاد باز نایستادند. هیچبیر اپراسیوندا اولوسلار اراسی آلاندا بو کادر یالنز کالمادیک بیز.
در هیچ عملیاتی اینقدر در عرصه بین‌المللی تنها نمونده بودیم. همه اونهایی که رئیس جمهور بهشون میگفت دوست علیه این عملیات موضع گرفتن. دوستش ترامپ، رفیقش پوتین، یار غارش خامنه ای، همشون مخالفن. عربستان سعودی که ما برای مرگ پادشاهش عزای عمومی اعلام کردیم به ما میگه اشغالگر. اروپا که دیگه هیچی. حتی رئیس جمهور قبرس شمالی مصطفی آخنچی که به خاطر عملیات سال 1974 هنوز بدهکار ماست، امروز کنار ما نایستاده. جناب اردوغان، اینا رو ببین، سرت رو نکن زیر برد. راه حل منتقدان اردوغان این است: سوریه‌نین toprak bütünlüğü için Suriye devleti ile birlikte Suriye'yi parçalayanlarla mücadele etmek. ما باید همراه با حکومت سوریه برای تمامیت ارضی سوریه و علیه کسانی بجنگیم که میخوان سوریه رو تجزیه کنن. مطمئن باشین روزی که این کارو بکنیم دیگه هیچ مشکلی در سوریه نمیمونه. خطر علیه کشور ما هم کم میشه. بری سوریه، بری ترکیه. آدم وقتی نمیتونه به هدفش برسه باید بره دنبال سناریوی دوم و بهتر. الان دو راه بیشتر نداریم. یا با اسد تماس بگیریم و رابطه‌مون رو با سوریه درست کنیم، یا شاهد تجزیه سوریه باشیم. یا آواره های سوری رو به خانه هاشون برگردونیم، یا مجبور باشیم سال به سال به تعداد بیشتر آواره های سوری رسیدگی کنیم. آینده ترکیه به این تصمیم بستگی داره. تا دیر نشده تصمیم بگیرین. هیچ سناریوی خونین تر از تجزیه سوریه نیست. تماسا گچیب سوریه‌ای نرمالشتریجز یا دا سوریه‌نین پارچالانماسنا سیرچی کالاجاز. اما مخالفت با عملیات نظامی ترکیه چندان تحمل نمی شود. چهار شهردار صبح امروز بازداشت شدند. شهردارهای شهرهای کردنشین نصیبین، یوکسکووا، ارچیش و هکاری، همگی عضو حزب دموکراتیک خلقها. مرتضی فرهمند، بی بی سی. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ما. آقای آقایی، فکر می‌کنید که ورود نیروهای روسیه به شمال سوریه میتونه بازی رو تغییر بده؟ خب ببینید، این بخش از اون در واقع مذاکراتی بود که اون توافقی بود که بین کردها و دمشق صورت گرفت با میانجیگری روسیه. خب دقیقاً یعنی کمتر از 24 ساعت نگذشته بود از اعلام آقای ترامپ مبنی بر اینکه نیروهاشو میخواد آمریکا از شمال سوریه خارج بکنه، که به گمان من روسیه با فرصت طلبی تمام اومد وسط و یک میانجیگری کرد بین کردها و دمشق، و قرار بر این شد که همین نیروهای ارتش سوریه که الان وارد شهر منبج شدن، اینها بتونن یک نوار مرزی رو بتونن اونجا به همراه پلیس نظامی روسیه در واقع تحت کنترل قرار بگیرن. روی کاغذ این بود برای اینکه بخون از حملات ارتش ترکیه جلوگیری بکنن، ولی اگه ما به دقت به تصویر بزرگتر نگاه بکنیم، من گمان میکنم که در واقع اینجا این روس‌ها هستن که دارن از طریق میانجیگری بین کردها و دمشق دارن این سیگنال رو به ترکیه میدن که در راه مبارزه با نیروهای یگانهای مدافع خلق، همون YPG که ترکیه اونا رو تروریستی میدونه، از راه دمشق میگذره و از راه مذاکره با کردها. یعنی چی؟ یعنی میخوان در واقع با این اقدام یک شکل شمایلی از پایبندی و ثمره اون توافقنامه آدانا که سال 1998 بین ترکیه و سوریه امضا شد رو میخوان به ترکا نشون بدن، بگوین که خب اگر شما این رو احیا بکنید، توافقنامه رو با اسد مذاکره کنید و مشکلاتتون رو با کردها بتونید حداقل به لحاظ دیپلماتیک تا حدی بتونید حل بکنید، این میتونه راهگشا باشه. و در واقع اگر دقت بکنیم، ترکیه هم به لحاظ منطقی خب بعدش نمیاد که به جای اینکه نیروهای YPG در اون مرز باشن، در مرز مشترک سوریه و ترکیه، خب اینجا نیروهای اسد باشن. ولی خب بعد منتظر بود دید که آیا واقعا این قمار روسیه، این تاکتیکی که روسا به کار بردن که برای اینکه بخوان در دراز مدت شرایطی وجود بیارن که ترکیه بیاد به سمت دمشق، آیا نتیجه خواهد داد یا نه؟ فعلا به نظر نمیرسه که این نتیجه بده، ولی در دراز مدت ممکنه ما به این سمت بریم. اشاره کردید بسیاری خصوصا در آمریکا معتقدند که خلأی که آمریکا با خروج نیروهاش از شمال شرق سوریه ایجاد کرد، فرصتی برای روسیه ایجاد کرد که بلافاصله وارد بشه و دست بالا رو در بازی‌های منطقه در دست بگیره. انتقادی که الان به شدت به دونالد ترامپ وارده.
کاملا درسته. ببینید من یه نکته رو بگم، ما بازگشت روسیه به خاورمیانه رو بدون اغراق باید جدی بگیریم. ببینید سوریه، جنگ سوریه یک شطرنج ژئوپلیتیک تمام عیار هستش که توی اون هر بازیگران اصلی جنگ قدرت یعنی روسیه، ایران، ترکیه و آمریکا، اینا دائما دارن تلاش میکنن که بالانس بکنن قدرت همدیگر رو، بتونن روابط همدیگر رو با هم تنظیم بکنن. الان که خارج شده نیروهای آمریکایی، حالا درست یا غلط، اینکه حالا بهش انتقادات بسیاری هستش، یک خلأ امنیتی رو همونطور که شما اشاره کردید ایجاد میکنه که من گمان میکنم در کوتاه مدت و میان مدت احتمال زیاد ترکیه، ایران و اسد به همراه روسیه رو پر خواهند کرد. یعنی زونهای نفوذ، یعنی حوزه‌های نفوذی رو سعی میکنن که در واقع یک جورهایی ایجاد بکنن. هر کدوم باید با این مسئله بتونن توافق بکنن. مطمئنم ترکیه با روس‌ها دارن پشت پرده مذاکره میکنن. در دراز مدت اما من گمان میکنم که برنده اصلی جنگ سوریه روسیه هستش و این روسیه بود که تونست از لابراتوار جنگ سوریه بتونه همگرایی تاکتیکی بین خودش، ایران و ترکیه ایجاد بکنه. از ایران استفاده کرد برای مبارزه با داعش، از ترکیه برای کشوندن در واقع ترکیه به سمت خودش، ایجاد شکاف در ناتو. اینو با هنرنمایی بسیار در واقع دقیق انجام داده تا الان. من مشکلات داخلی روسیه رو کتمان نمی‌کنم به لحاظ اقتصادی، ولی به لحاظ ژئوپلیتیک روسیه تونسته در سوریه موفق باشه و این سوریه دروازه‌ای هستش برای ورود روسیه به خاورمیانه. شما سفر آقای پوتین رو بعد از 12 سال به عربستان ببینید، سفر به امارات رو، این نشون میده که در واقع روسیه در واقع تونست آرزوی پتر کبیر رو که برای دسترسی به دریای مدیترانه رو بدون در واقع پوتین تونست این کار رو بکنه، آرزوی پتر کبیر رو برآورده کنه و داره سعی میکنه که به خلیج فارس هم از طریق ایران دست پیدا کنه. برای من گمان میکنم که روسیه در واقع تا الان برده، ولی اینکه چقدر بتونه نتیجه بده تاکتیکش در کوتاه مدت با ترکیه که بتونه در واقع برقراری آشتی بکنه بین ترکیه و اسد و اردوغان، من گمان میکنم که این فعلا در واقع یک معمایی هستش که شاید باید منتظر باشیم ببینیم که آیا واقعا میشه حل بشه یا خیر. متشکرم از شما حسین آقای پژوهشگر رابطه بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ما. دقایق پیش تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی با نتیجه 1-0 به تیم بحرین باخت. تک گل بحرین از نقطه پنالتی وارد دروازه ایران شد. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستمپور بازی رو دیدن و آقای رستمپور نتیجه مطلوبی نیست برای ایران، ارزیابیتون چیه؟ خیلی تلخ بود نتیجه و عادلانه هم نبود. دست کم میتونست مساوی تموم بشه، یعنی به راحتی میتونستیم بازی رو با تساوی به پایان برسونیم. روی صحنه ای که احسان حاج صفی خطا کرد و اعتراض، تداوم اعتراض در به جریان افتادن مجدد بازی و باز هم اعتراض حاج صفی که این گله از کاپیتان تیم ملی باقیه، که خب همین اتفاق در بازی با ژاپن در جام ملت‌ها افتاد. خود حاج صفی هم تو متن درگیری‌های اون مسابقه بود، انتظار نمیره از بازیکنی که بیش از 100 بازی ملی داره دوچار این اشتباه بشه. توپ لو داد و مجید حسینی هم اشتباه کرد و پنالتی، و بحرین دقیقاً از همون طریقی که میتونست بازی رو ببره صرفاً از همون نقطه تونست به گل برسه و ما ضربه زد، بازی رو برد. از مجید حسینی هم سوای این پنالتی در نیمه اول هم اشتباهاتی رو دیدیم، مشابه بازی با یمن در جام ملت‌ها که از قضا اون مسابقه آسان‌ترین بازی ما بود، ولی انقدر مجید پر اشتباه بود دقیقه 45، یعنی از آغاز نیمه دوم دیگه تعویض شد و در زمین نبود. غیر از این موضوع هم ما وسط زمین رو از دست داده بودیم، نمیتونستیم توپی رو به دو سمت چپ و راست برسونیم و از اون ناحیه هم طبیعتاً توپی ساخته نمیشد برای مهاجمانمون، اونا مدام در تله آفساید گرفتار میشدن و خیلی دیر شاید احمد نوراللهی به زمین اومد، به تیم اضافه شد. و یه نکته دیگه که باز به نظرم خیلی اثرگذار بود این که میلاد، مهرداد، احسان و وحید امیری هر چهارتا با هم تو زمین باشن، بازیکنایی که خصوصا تو فاز هجومی احتیاج به فضا دارن برای مانور، وقتی با هم تو زمین هستن توپای کمتری بهشون میرسه و از اثرگذاریشون کاسته میشه. این از جمله مواردی بود که در کنار گل نشدن سه موقعیت ایدالی که داشتیم متاسفانه باعث شد بحرین بازی رو ببره. در نتیجه ایران الان در گروه سوم شده، چقدر شانس داره برای صعود؟ هیچی هنوز تموم نشده از این شکست، خیلی درس گرفتیم. همیشه هم در طول تاریخ بازیامون تو بحرین سخت بوده، هیچ وقت ما تو بحرین رو نبردیم، اما در دوره برگشت عراق و بحرین بعد بیان به استادیوم آزادی. به نظرم بازی بعدیمون ماه آینده مقابل عراق در بصره
بازی سرنوشت ساز این گروه باید با تدارک بهتر، با آمادگی بهتر، با انگیزه بیشتر و طبیعتاً اشتباهات کمتر، چون ما امشب در منامه نه فقط این دو بازیکنی که اسم بردن، اغلب بازیکنامون پر اشتباه ظاهر شدن، با اشتباهات کمتر باید بتونیم به سلامت از این بازی سخت بصره بیرون بیایم، حالا با تساوی یا اگر شد با کسب پیروزی، تا بتونیم دور برگشت و امیدوارانه تر دنبال کنیم و بتونیم سرگروه بشیم. این اتفاق میسر خواهد بود برای تیم ملی فوتبال ایران. متشکرم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی با ما. تنها دو هفته بعد از آتش‌سوزی در اردوگاه موریا، یک آتش‌سوزی دیگر در اردوگاه واتی در جزیره ساموس در یونان رخ داد. هزاران نفر از پناهجویان این اردوگاه را تخلیه کردند. آنها شب را در بیرون اردوگاه صبح کردند. بیشتر پناهجویان در یونان سوری و افغان هستند. ایرانی ها هم تعداد زیادی از پناهجویان را تشکیل می دهند. فرین آسمی گزارش می دهد. اردوگاه واتی در جزیره ساموس در یونان صبح بعد از آتش سوزی. آتش سوزی ساعت 10 شب دوشنبه شروع شد. پلیس می گوید دلیل آتش سوزی هنوز مشخص نیست. رسانه های یونان گزارش دادند که هزاران نفر از پناهجویان واتی این اردوگاه را تخلیه کردند. بشنویم از یکی از پناهجویان این اردوگاه. جریان از این قرار بوده که دیروز صفحه غذا بین عربا و افغانی ها دعوا شده، درگیری شده بود. بعدش دوباره بین افغانی و عربا نزدیک شام درگیری شده که آخرش دیگه این درگیری خیلی بزرگ شده. بین عربا و افغانا یه چند نفر را زدن، با چاقو زخمی کردن از دو طرف. اونا همشون فعلا تو بیمارستانن. بعدش که دیگه آتش زدن کلن چادرها را، همه جا آتش گرفت. دیگه هیچی، نزدیک 3-4 ساعت طول کشید. دیگه همه مردم دیشب بیرون بودن، هیچ کس نخوابیده دیشب. الان همه حراس دارن که دوباره خدای نکرده درگیری نشه. با اینکه اردوگاه واتی برای اسکان 650 نفر ساخته شده، اما یکی از پرجمعیت ترین اردوگاه های جزیره ساموس است و نزدیک به 6000 نفر در آن ساکنند. این هم واکنش پزشکان بدون مرز به این حادثه. نیمی از 6000 نفری که در اردوگاه واتی در جزیره ساموس گیر افتادند زنان و بچه ها هستند. بچه ها و دیگر افراد آسیب پذیر باید از جزیره یونان خارج و در جایی امن اسکان داده شوند. 3 نفر در درگیری پیش از آتش سوزی آسیب دیدند و به بیمارستان برده شدند. درگیری های از این دست پیش از این هم در اردوگاه های دیگر سابقه داشته. اینجا اردوگاه موریاست در جزیره لسبوس یونان، جایی که برای خیلی از پناهجویانی که از جنگ و فقر و شرایط نامساعد زندگی فرار می کنند روزنه امید است. اما وقتی به آن می رسند و شرایط را از نزدیک می بینند، وضعیت فرق می کند. وضعیت بهداشتی و امکانات ابتدایی زندگی در این اردوگاه و اردوگاه های مشابه آن مناسب نیست. بیشتر این اردوگاه ها به شدت پرجمعیت هستند و خیلی از پناهجوها در چادرهایی در خارج از اردوگاه می خوابند. حدود یک ماه پیش یک زن در اردوگاه موریا کشته شد. چند نفر هم در درگیری زخمی شدند. بیشتر پناهجویان در یونان سوری و افغان هستند. ایرانی ها هم تعداد زیادی از پناهجویان را تشکیل می دهند. این احتمال وجود دارد که حملات ترکیه به کردهای سوریه موج جدیدی از پناهجویان را به اروپا بکشاند. فرین آسمی، بی بی سی. یه توضیح بدم درباره گفتگویی که پیشتر با آقای فاطمی داشتیم در مورد دسترسی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی به اطلاعات اعضای این کانال‌ها. آقای فاطمی در این مصاحبه گفته شد که دسترسی ادمین شماره تلفن اعضای کانال رو قابل دیدن می‌کنه، اما تا جایی که ما می‌دونیم فقط در مورد چند صد نفر آخری که به کانال پیوستن، اون هم فقط در مورد کسایی که شماره تلفنشون به اصطلاح پابلیک و عمومیه و در دسترس وجود داره این امکان هست و شماره تلفن سایر اعضای کانال قابل دیدن نیست، فقط آیدی و عکس قابل دیدنه. پس تکرار میکنم، برخلاف چیزی که آقای فاطمی گفتند، در چیزهایی که ما بهش رسیدیم نشون میده که فقط اطلاعات چند صد نفر آخر قابل دیدنه. و اما حسین دهلوی، آهنگساز ایرانی و رهبر سابق ارکستر سمفونیک ملی ایران درگذشت. آقای دهلوی سازنده قطعه های باله بیژن و منیژه و سبکبال در سال 1306 در تهران به دنیا آمد و موسیقی را از 5 سالگی آموخت. او همچنین نویسنده کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی بود. فرهاد فخرالدینی موسیقیدان و رهبر ارکستر از تهران با ماست. آقای فخرالدینی، کارنامه آقای دهلوی کارنامه بلند بالایی، بیشتر از میراث او به ما بگید.
آقای دهلوی بدون شک یکی از چهره‌های درخشان و تأثیرگذار موسیقی ایران بودند. من با عرض تسلیت به خانواده استاد دهلوی و هنرمندان موسیقی و مردم هنردوست ایران عرض میکنم که یکی از چهره‌های مهم موسیقی ایران رو ما از دست دادیم. آقای دهلوی در زمینه‌های مختلف موسیقی انسانی فعال با پشتکار بودند، آهنگسازی بسیار خوب که آهنگهای او دارای هویت خاص بود و معلوم بود که به هر حال به دست یک موسیقیدان بزرگ ساخته شده، هم به موسیقی ایرانی آشنایی داشتن، تسلط داشتن و هم اینکه با اصول و تکنیک موسیقی غربی هم آشنا بودند. به هر حال در این دو زمینه و پیوند این دو آثار گرانبهایی به وجود آمد که خب مردم عزیز ما از این آثار بهره مند شدند، استفاده کردند و در این حال ایشون یکی از پیشگامان رهبر ارکستر موسیقی ملی هستند در حقیقت. و چون به اشتباه با ارکستر سمفونیک اشتباه شد این که گزارش فرمودید، بله ایشون اول با ارکستر شماره یک اداره کل هنرهای زیبا بعد از درگذشت استاد بزرگوارمان ابوالحسن صبا رهبری اون ارکستر رو بر عهده گرفتند که ارکستر شماره یک نامیده میشد و این اتفاق بعد از فوت استاد صبا که در سال 1336 در آذر ماه اواخر آذر ماه اتفاق افتاد، حدود یکی دو ماه بعد رهبری ارکستر شماره یک با آقای دهلوی واگذار شد که بعداً به نام ارکستر صبا معروف شد. همون ارکستر ارکسترهای دیگری هم آقای دهلوی تشکیل دادن و کار کردند و آثار خیلی زیبایی با این ارکسترها اجرا شد. آقای دهلوی در این حال یک معلم خیلی خوب بودند و تسلط کافی هم به فنون موسیقی ایرانی داشتند، هم در زمینه‌های موسیقی کلاسیک هم تدریس می‌کردند، مثل تدریس هارمونی و ارکستراسیون و مسائل دیگری که با موسیقی بین المللی ارتباط داره تسلط کافی داشتن و آثاری که به وجود آوردن نشان از این حکایت داره و نشان میده که موسیقیدانی کاملا مسلط بودن. در این حال باید عرض کنم که مدیر خیلی خوبی هم بودن آقای دهلوی. آقای دهلوی زمانی که مدیر هنرستان بودن، من فکر میکنم که یکی از بهترین دوران هنرستان بود که شاگردان بسیاری تربیت شدن و میتونم بگم که هنرستان موسیقی ملی دو مدیر خیلی خوب داشته، یکی روح الله خالقی بود که روان شاد و دیگرم روان شاد آقای حسین دهلوی بودن که بسیار عرض کردم تأثیرگذار و موسیقیدان برجسته‌ای بودن و خیلی خدمت کردن. بسیاری معتقد که از ویژگی های آقای دهلوی رو علاقش به نوآوری در موسیقی می دونستن. همین ترکیب موسیقی ایرانی با موسیقی با اصول و با تکنیک موسیقی اروپایی و موسیقی کلاسیک یک سبک خاصی رو طبیعتاً در آثار ایشون پدید آورد. البته این کار سابقه هم داشت، یعنی قبلا با آقای کلنل وزیری و روح الله خالقی آغاز شد و خب طبیعتا آقای دهلوی هم تحصیلات عالی بسیار خوبی داشتند و بسیار هم پرکار بودند. به هر حال آثاری که به وجود آوردند کاملا اون روحیه خاص ایشون، اون سبک خاص ایشون که در واقع میشه گفت که موسیقیدانی مطلع و صاحب سبک بودن، در آثارشون کاملا منعکس هست. هم در زمینه موسیقی ایرانی کار کردن، هم آثار سمفونیک هم دارن. مثلا باله بیژن منیژه و ایشون برای ارکستر سمفونیک نوشته شده و آثار اپرایی هم دارن که برای با ارکستر سمفونیک با خوانندگان متعدد نوشته شده و اجراهایی هم داشتن. متاسفانه قطعه اون مانا و مانیشون که برای کودکان نوشته شد
هرگز در حقیقت به طور کامل اجرا نگردید و ایشون بسیار گله‌مند این موضوع بودن که یک چنین اثر گرانبهایی ساختن و این اثر متاسفانه به دلایلی که موسیقی در ایران محدودیت‌های فراوان داره اجرا نشد. برای شما محبوب ترین اثر آقای دهلوی چه بود؟ از چه نظر؟ فکر میکنید که از مجموعه آثار کدوم اثر اثریه که شاید بارها و بارها بخواین بهش برگردین و گوشش بدین؟ کارها درست. ببینید یه کارهایی هست که خیلی مردم دوست هم مثل سبکبال مثلا توجه میفرمایید خیلی قطعه زیباییست و از کارهای اولیهیست که استاد دهلوی اون رو نوشتن. قطعات دیگری هست که بر روی آثار دیگران هارمونی و ارکستراسیونش از آقای دهلوی هست و اونو گسترش دادن، بست دادن، مثل شوشتری برای ویولون و ارکستر که به نام بزندان از آثار به اصطلاح استاد ابوالحسن سبا هست که روی این قطعه کار کردن، بسیار قطعه زیبایی هست. قطعات ابتکاری فراوانی دارن، مثلا فانتزی برای تنبک و ارکستر که در حقیقت اون گروه نوازی که استاد حسین تهرانی داشتن آقای دهلوی با استفاده از اون ریتم ها این قطعه رو نوشتن، قطعه بسیار زیبایی هست. فانتزی برای تار ارکستر که بر اساس بندباز کرنل وزیری ساخته شده و قطعات دیگری از استاد سبا هست مثل به یاد گذشته، دو ضربیه بیات ترک و قطعات اینچنینی که واقعا بسیار استادانه کار شده و بسیار تاثیرگذار بودند، بسیار کارهای با ارزشی هستند. آقای فخردینی خوشحالم که به قطعه به زندان هم اشاره کردی، چستقه امشب رو با همین قطعه ساخته استاد دهلوی به پایان میبریم. قطعه به زندان در مایه شوشتری که آقای دهلوی همطور که اشاره شد از یکی از تکنوازی های استادشون ابوالحسن سبا الهام گرفته بودند. این بود چستقه امشب. ممنون از همراهیتون. Thank you.